سلام دوست عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با همدیگه یه پادری خیلی خوشگل ببافیم، پادری نیم دایره که خیلی زیاد درخواست آموزشش رو داشتیم. خب برای این بافتی که دارم بهتون یاد میدم، بچه ها میتونید با نخ زخیم مثل مکرومه های دو سوزنه و سه سوزنه میتونید باف انجام بدید، هم میتونید با تریکو این بافت رو انجام بدید و هم با کانوا در ضخامت های مختلف میتونید این پادری رو بیاین بافین. به این صورت من میام اول یه حلقه جادویی درست میکنم. ببینید، به این صورت میام حلقه جادویی میزنم و قلابم رو میبرم داخل و شروع میکنم به پایه زدن. برای شروع رجم اول میام 3 تا زنجیره میزنم، بعدش داخل این حلقه جادویی رو حدود 14 الی 15 تا باید بیام پایه بلند ببافم. میام داخل حلقه جادوییمو پای بلند میبافم. ببینید، توی دو مرحله بافتش رو انجام میدم. به این صورت نخ میکشم، داخل حلقه میبرم، دوباره دو تا یکی دو تا یکی این کار رو ادامه میدم تا به تعدادی که گفتم برسم. خب اومدم 15 تا پای بلندم رو بافتم. به این صورت میام نخ کوچیکتر رو میکشم، این حلقه رو کوچیک میکنم. ابتدای رجم 3 تا زنجیر داشتم، 1 2 3 قلاب از سومی زنجیره میبرم داخل، نخ میکشم و این دوتا رو با هم یکی میکنم. خب حالا برای شروع رج بعدی میام با 3 زنجیر شروع میکنم، 1 زنجیرم به ازای فاصله میذارم. بچه ها خب قلابم رو به حالت پای بلند میگیرم و شروع میکنم از خونه این 3 تا زنجیرم به حکم یه پایه رو برام داره، از خونه دوم شروع میکنم به پای بلند در آوردن. خب به این صورت دوباره بینش یه فاصله میذارم، میرم توی حلقه بعدی، دوباره یه زنجیره میزنم، میرم توی حلقه بعدی این بافت رو انجام میدم. ببینید، دوباره یه زنجیره میزنم، میرم توی حلقه بعدی این کار رو ادامه میدم تا حدود 12 تا از این پایه ها رو من باید بیام ببافم که بینشونم 1 زنجیره فاصله باید بذارم. به این صورت. خب ببینید دوستان، من الان 12 تا از این پایه ها رو بافتم که بینشون 1 زنجیره فاصله هستش. به این صورت حالا برای ادامه رج دوباره 3 تا زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. کارم رو که برمیگردونم، الان من بین هر دو تا پایه بلندی که دارم میخوام شروع کنم به پایه زدن. ببینید، بین این فاصله رو من میام یه دونه دیگه پایه میبافم، روی دونه دیگه پایه میبافم، روی این قسمت پای بلند بعدی دقیقا روش باید بزنیم، میام یه پایه دیگه میبافم. دقت کنید که بین این پایه ها فاصله ایجاد نکردم، یعنی زنجیره نزدم. در عوضش بین دوباره این قسمت دوباره میام 1 الی 2 زنجیره میزنم. خب میخوایم فاصله های 6 تایی رو ایجاد کنیم. در واقع ما 6 تا ردیف میخوایم ایجاد کنیم که 12 با 12 تا پایه این رو داریم تشکیل میدیم. ببینید، دوباره الان میام بینش دو تا زنجیره زدم، الان میخوام با این دو تا دوباره این حرکت رو تکرار کنم، یعنی بیام بالای این قسمت یه پای بلند، دوباره بین فاصله شم یه پای بلند، دوباره بعدیم روی پای بلنده میام پای بلند میزنم، میام بین این بین هر 3 تا 2 تا زنجیره میزنم و دوباره این کار رو تکرار میکنم. فقط باید دقت کنید که به چه صورت دارم این کار رو انجام میدم. ببینید، بین این پایه ها نیومدم زنجیره بزنم، فقط برای فاصله بین 2 تا ردیف. دوباره به این صورت میام پای بلند میزنم، روی بعدی دوباره یه پای بلند. ببینید، بین این 3 تا فاصله نداره، دوباره میام 2 تا زنجیره میزنم و این کار رو تکرار میکنم. دوباره بدون پای بلند، بدون زنجیره ببخشید. به این صورت دوباره 2 تا زنجیره میزنم، میرم روی پایه بعدی. به این صورت من دارم بافتم رو انجام میدم و پادری نیم دایره رو دارم شکل میدم. دوباره بینش 2 تا زنجیره، ببینید دوباره رسیدم به این 2 تا پایه آخر. 2 تا پایه آخر رو اولیه پای بلند میبافم،
رو اول یک پای بلند، بینشون که فاصله داشتم یک پای بلند، و روی آخرین پای رو زنجیره سومش هم دوباره میام یه پای بلند میبافم. ببینید تا اینجا کار به چه صورت در اومده. این الان تا اینجا دوباره میام سه تا زنجیره میزنم و میخوام کارم رو برگردونم. الان ادامه رجم به چه صورته؟ ببینید این داره کامل جدا میشه. ببینید اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج و شیش. من دارم با این کارم که بینشون فاصله میذارم شیش تا ردیف ایجاد میکنم. ادامه رج چجوری میشه؟ دوباره بین فاصله ها میام پایه میبافم، دوباره روی این پایم یک پایه دیگه. ببینید توی این رج پایه های این قسمت هم داره به چهار تا تبدیل میشه. دوباره فاصله بینشون همون دو تا زنجیره، اگه میبینید تو دستتون داره جمع میشه، فاصله بینش رو سه تا هم میتونید بزنید. دوباره میام این قسمت توی فاصله، دوباره این قسمت توی فاصله یه پای بلند، دوباره روی این پای بلند این رجم یه پای بلند دیگه. ببینید توی هر رج یه دونه به این پایه ها اضافه میشه. الان این رج چهار تا پایه بلنده، رج بعدی میشه پنج تا پایه بلند. دوباره دو تا زنجیره بینش، اینو تکرار میکنم تا انتهای رج. دوباره روی پایه بلند بین این قسمت دو تا زنجیره. ببینید بچه ها به این صورت کار من داره ادامه پیدا میکنه. اینو دیگه باید ادامه بدم تا به خواهم برسم. یعنی نگاه کنید ردیف بعدی میشه 5 تا، ردیف بعدی 6 تا، ردیف بعدی 7 تا، و این فاصله ها رو که رعایت کنید این قسمت ها از هم دیگه با این فاصله ها جدا کننده میشه براشون. ببینید بس ببینید دوباره بینش دو تا زنجیره. خب ببینید بچه ها من الان یه چند ردیفی اومدم، یه بافت رو انجام دادم. میبینید که بافتم توی هر ردیف داره یه دونه پایه به پایه های هر کدوم از این ردیف ها اضافه میشه، و اینکه با این دو تا زنجیره که بینشون میزنیم فاصله بینشونم مشخص و خیلی خوش میشه. اینو تا هر سایزی که دلتون میخواد میتونید بیاید بافتش رو ادامه بدین. ببینید الان اینجا با دو تا پایه شروع شد، بعد شد سه تا، بعد شد چهار تا، بعد پنج تا، الان توی این ردیف پایه هامون شش تا. فقط باید دقت کنید که پایه اول رو روی پایه اول، پایه آخرم روی پایه آخر، و بین این پایه ها رو بیاین پایه بلنداتون رو تکرار کنید که این بافت خیلی راحت انجام میشه. تا سایز دلخواه بیاین این رو ببافید، دلتون بخواد به سایز دلخواهتون میتونید بافت رو ادامه بدید. بعد از اینکه به سایز دلخواهتون رسیدین رنگ جدید سر بندازید و یه دور کامل این قسمت نیم دایره بالای بافت رو بیاین توی همه خونه ها رو یه دونه پای کوتاه بزنید. ببینید از اینجا من بافتم رو شروع کردم، همه خونه ها رو یه پای کوتاه زدم، حتی توی این قسمت فاصله ای که با دو تا زنجیره ایجاد کرده بودیم اینجا رو اومدم دو تا پای کوتاه زدم و دوباره همه رو ادامه دادم تا اینجا. بچه ها ببینید به این صورت همه خونه ها رو میبافیم و تا انتها. بعد اینکه تا دونه آخر رو اومدیم بافتش رو انجام دادیم به این صورت، ببینید توی این سه تا زنجیره اول رجم حتما باید یه دونه بافت انجام بدین تا این قسمت کارتون کامل صاف بمونه. قسمت کار وقتی که تا انتهای بافتمون رو انجام دادیم یه زنجیره میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم. حالا خونه اول نه خونه دوم شروع میکنیم به پای کوتاه زدن. در واقع توی این رج میخوایم پایه های این حلقه هایی که برای حاشیه کارمون هستش رو به وجود بیاریم. حدود 6 تا پای کوتاه میزنیم، 3 4 5 و 6، 6 تا پای کوتاه میزنیم و حالا باید اون حلقه ها رو ایجاد کنیم. 1 2 3 4 5
6 7 و 8 حدود 8 تا میام زنجیره میزنم و 1 2 3 4 5 6 7 7 تا خونه اونورتر میام با پای کوتاه دوباره نصبش میکنم. بچه ها ببینید این حلقه که ایجاد میکنیم، بعد ردیف بعدی میام توش با پای بلند پر میکنیم، اینجوری حالت حاشیه رو بهمون میده. حالا دوباره بین بافتمون 6 تا پای کوتاه میزنیم، 2 3 4 5 و 6 تا پای کوتاه و دوباره همین رو تکرار میکنیم. 8 تا زنجیره و میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 7 تا خونه اونورتر میام با پای کوتاه نصب میکنیم. ببین بچه ها این پایه ها رو تا انتهای بافتمون باید ایجاد کنیم. 6 تا پای کوتاه، 8 تا زنجیره، 7 تا خونه اونورتر رفتم وصل کردم، دوباره 6 تا پای کوتاه و ادامه میدم اینو تا آخر هلالم. خب تا اینجا اومدیم این بافتمون رو انجام دادیم. برای ادامه کار رو من برمیگردونم. ببینید بچه‌ها این ابتدای رجم من 6 تا پای کوتاه دارم. خب میخوام بیام 3 تا از پای کوتاه ها رو رد کنم. چه جوری؟ میام شلال میزنم، از توی پای کوتاه یه نخ میگیرم و میرم داخل، میخوام خودم برسونم به پای سوم و به این صورت 3 تا خونه رو رد میکنم و بعدش میام به حالت پای بلند میرم داخل حلقه و شروع میکنم این حلقه رو پر کردن. این 3 تا پایی که رد کردیم واسه اینکه رج بعدم قرار یه دور دیگه پایه بزنیم، که اگه این 3 تا پایه رو اینجا نذاریم بعد دیگه بافتتون اینجا خراب میشه. خب پس میام 3 تا پایه رو رد میکنیم، شروع میکنیم توی این حلقمون رو با 10 الی 12 تا پای بلند پر میکنیم. به این صورت نخ میگیریم، میریم از داخل حلقه دو تا یکی دو تا یکی اینو انجام میدیم تا این حلقه زنجیره ایمون پر بشه. بعد اینکه حلقمون رو پر کردیم، الان 12 تا پای بلند توی این حلقه هم زدم. ببینیم با وسط این حلقه ها 6 تا پای کوتاه زده بودیم، 1 2 3 این پایه رو، این پایه آخرمون رو میایم روی پایه زنجیره سوممون با پای کوتاه نصب میکنیم. ببینیم به چه حالت در میاد، اینو به این حالت میایم نصبش میکنیم. دوباره برای حلقه بعدی باید همین کارا تکرار بشه. به حالت پای بلند میگیریم، میریم داخل حلقه رو با پای بلند پر میکنیم، دوباره 12 تا پایه میزنیم و دوباره میایم اینجا رو زنجیره سوم با پای کوتاه نصبش میکنیم. تا انتها این رج رو باید به همین صورت ادامه بدیم تا آخر. خب ببینید بچه ها به این حالت در میاد. حالا ببینید این آخر کار، اومدم رو زنجیره سوم اتصالم رو انجام دادم، میخوام الان خودم برسونم به این انتهای رج. دوباره همون اول کار که شلال زدیم، حالا اینجا همون شلال رو میزنیم تا برسیم به ابتدای رجمون، که الان بهتون میگم به چی کار کنید. اول میام اینجوری با شلال خودمون رو میرسونیم به ابتدای رج، یه دونه دیگه هم میزنم. ببینید الان اومدم تو ابتدای رجم. حالا میام بافتم رو بر میگردونم و به حالت پای بلند، ببینید به این صورت میام، دوباره به حالت پای بلند این قلابم رو میگیرم و از همین خونه اول شروع میکنم به پای بلند زدن. دوباره ببینید این 3 تا پایه‌ای که اینجا نگه داشتیم به خاطر این بود که فضای کافی برای این که بخوایم این رو دوباره برگردونیم داشته باشیم. دوباره 3 تا پایه، یه پای بلندم رو زدم، بینش یه زنجیره میزنم و دوباره میرم تو پایه بعدی. فرقش با رج قبلی همینه، بین این پایه‌ها باید یه دونه زنجیره بزنیم، یه فاصله براش ایجاد میکنیم. دوباره میام یه زنجیره زدم، میرم پایه بلند بعدی، به این صورت دوباره یه زنجیره میزنم میرم پایه بعدی. این قسمت رو به همین صورت باید تا انتها پیش ببریم. خب ببینید اینو تا انتها که بافتیم، به این قسمت دونه یه دونه آخر کار مونده. خب میام تا اینجا که بافتیم دیگه بینش زنجیره نمیزنیم، دوباره به حالت پای بلند میگیریم، میریم توی این قسمت، توی هلال بعدی، توی این دونه میام این پای بلند بعدی رو میزنیم. ببینید اینجا این قسمت کار به این حالت در میاد. دوباره این رو تکرار میکنیم، یه زنجیره یه پای بلند، یه زنجیره یه پای بلند تا انتهای کار. فقط این قسمت کار دقت کنید.
ببینید دیگه روی این پای کوتاهی که اتصال دوتا حلقه بود نمیایم بیا دیگه پای بلند بزنیم، اینجا تمامش میکنیم، دوباره میایم اینجا یه پای بلند میزنیم تا انتها این رو تکرار میکنیم. خب ببینید تا اینجای کارمون به این صورت در میاد، انتهای این بافت رو باید بیایم اینجا رو خونه سوم در انتهای رجمون با پای کوتاه بیایم اتصال بدیم. بچه ها ببینید اینو آخر کار میام با یه پای کوتاه اتصالش رو انجام میدم، بعد میام سه تا زنجیره میزنم، یک دو سه. خب بعد میام این زنجیره رو توی هر کدوم از این حلقه ها با پای کوتاه نصب میکنم، دوباره میام سه تا زنجیره میزنم، میرم توی حلقه بعدی. حالا با یا بست یا با پای کوتاه، هر کدوم که راحت ترین میتونین نصبش رو انجام بدین. به این صورت سه تا زنجیره میزنم، میرم تو خونه بعدی، با بست یا با پای کوتاه نصب میکنم، یک دو سه، میرم تو حلقه بعدی نصبش میکنم. ببینید به این صورت یه حالت بالای بافتمون به این حالت در میاد. ببینید دوباره این رو تکرار میکنم تا انتهای رجم. بچه ها دوباره میرم تو خونه بعدی، با یه بست نصب میکنم، یک دو سه، میرم خونه بعدی با پای کوتاه یا با بست نصبش میکنم تا انتها هم این رج رو باید به این صورت ادامه بدیم. خب دوستان ببینید این تا اینجای کار دیگه قسمت حاشیه بالای کارمون به این صورت تموم شده. ببینید یه کار خیلی تمیز و خوشگل میشه. حالا میتونی آخر کار رو هم بچه ها به این صورت، ببینید کارمون اینجا انتهای بافتمون هستش، یه دور میتونیم تا انتها این بافت رو بیایم پای کوتاه بزنیم. ببینید به این صورت نخ بگیریم و این قسمت از بافتمون رو با پای کوتاه بیایم پر کنیم. به این صورت توی هر خونه ای که حالا اینجا هستش دو الی سه تا میتونیم پای کوتاه بزنیم تا انتهای این بافتم میشه دورگیری آخر بافتم. بچه ها ببینید به این صورت بیایم پای کوتاه. خب دوستان اینم از انتهای کارمون، امیدوارم از این بافت هم لذت کافی رو برده باشید.